درود بیکران دارم خدمت همه شما دوستان عیدان و سروران محسا امینی در موردش میدونیم اما در مورد خانم مسیح علی نجاد و اینا میخوام صحبت کنم اما یه مقدمه باید بگم محسا امینی چون این برنامه امشب میاد روی یوتیوب البته الان دوستان در سایت توییچ دارن زنده نگاه میکنن کراوات مشکی من به خاطر احترام به پدر و مادر خانم محسا امینیه برای من اصلا مهم نیست خانواده محسا امینی تفکر سیاسیشون چیست اینا حتی اگه اسرائیلی باشن تجزیه طلب باشن من امشب از خانم محسا امینی هستم البته مدت تا محسا امینی داریم یک محسا امینی که هموطن من و شما در سقز و 22 سالشه اومده در تهران و توسط گشت ارشاد کشته شده من آگاهانه اینو گفتم توسط گشت ارشاد توسط خرمقدس ها کشته شده این خیلی آگاهانه دارم میگم ببینید مهم نیستش خانم محسا امینی در گشت ارشاد سکته کرده یا اینکه چیز خورد شده توسط براندازان وقتی شما یک فضایی رو مهیا میکنید که حتی براندازان و دشمنان وجودی ایران از شما بخوان سوء استفاده کنن و اونم یک مسئله ای در حد بحث گشت ارشاد و حجاب و اصلا واقعا شرماوره و محسا امینی قربانی در درجه اول خرمقدس ها و گشت ارشاده خود نیروی انتظامی هم اتفاقا قربانی خر و همین گشت ارشادشه بحثی ندارم من در مورد بحث امینی ساعت صحبت کردم توییت گذاشتم معذرت خواهی میکنم از خانواده محسا امینی معذرت میکنم از تمام کسانی که قربانی گشت ارشادن قربانی این خر مقدسان قربانی معقولات غیر عقلانی چون هجاب اجباریان. هن والا مالا تو خود هجابش هم حداقل در چارچوب منافع ملی و منطق چیزی رو پیدا نکردیم اما دروغ نمیگم در, در چارچوب منطق های مذهبی شاید بشه توجیهاتی آورد ولی در چارچوب منافع ملی و انسانیت و اینا من چیزی واقعا تای حجاب پیدا نکردم ساعت هم فا... می اهل اینم هستم منطقم هستم از دشمنی با جمهوری اسلامی رسیدم به حمایت از جمهوری اسلامی ولی یه سری چیزها رو خیلی هم مطالعه کردم نمیدونم شاید من نمیفهمم خیلی هم مطالعه کردم من نه منطقی تو حجاب دیدم نه منطقی تو این خر مقدسا دیدم خیلی از این آقایین مذهبی هم حرفای درست میزنن از رایفی پور بگی تا حسن عباسی و پور از قدی و خیلی هاشون تا همین آقای پور مسعود و تا این دوست عزیزمون که داریم صحبتاشو گوش میکنیم در فضای مجازی میگن دوست عزیز یعنی فضای مجازی که صحبت‌ها رو گوش میکنیم مهدی امین و خیلی از این عزیزان حزب من سخنرانی‌هاشون هم گوش کردم در مورد حجابم گوش کردم به معقوله حجاب که میرسه باز من دیدم که باگ دارن و یه چیز غیر منطقی رو دارن تلاش میکنن که به صورت دیپلماتیک بخوان جا بندازن برای همین من منطقی توش ندیدم و بنابراین از دخترانی که قربانی گشته شدن قربانی این رفتارهای غلط خر مقدس هستن معذرت میخوام واقعا از جمهوری اسلامی دفاع میکنم ولی برای من ملی که همه وجودم ایرانه و تاریخ ایرانو خوندم به خوبی میدونم که جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی رو داشته و نمیتونم از جمهوری اسلامی دفاع نکنم جمهوری اسلامی برای ما امنیت نظامی آورده و این اون مسئله ایه که من ببین من امروز خیلی واقعا از ته وجودم من بگم مثلا محسا امینی خیلی به هم ریختم هیچ دفاعی هم از نظام ندارم و اتفاقا برعکس خیلی ها من اتفاق محسا امینی رو مقصرش رو خود نظام میدونم چون نظامم کوتاه اومده جلوی خر مقدس دیگه و وقت... من محسا رو داستان قتل به معروف میدونم من گشت ارشاد و گشت کشتار میدونم من تحقیر به معروف میشناسم من امر به معروف نمیشناسم شما یه دختر 22 ساله ای رو در خیابان بگیری به صرف همین که بگی آقا تیپت چرا اینجوریه همین محکومه همین محکومه شما پدرت مادرت میخوای بری بیرون بهت میگن که دختر یا پسر این چه لباسی پوشیدی به مادرت میگی که آقا من 18 سالم شده به تو ربطی نداره به پدر و مادرت اینجوری جواب میدی حالا فکر کن تو خیابون یه آدم غریبه ای که خودش از نظر تیپ اینایی که تو گشته ارشاد اینا قیافه ها و اینا رو دیدیم دیگه یه بچه حزب یه دو آتیشه که پیرنش از شلوارش بیرونه حالا بیار به تو بگه که چرا تیپت اینجوریه یعنی دیگه به آدم خیلی زور میاد چه اعتماد به نفسی تو داری که به دختر مردم میگی که چرا چه لباسی پوشیدی تو خودت رو نگاه کن <تصفح> چیه مثل تو یه جور بپوشه که انگار مرده است نه هیچ دفاعی نمیشه کرد یعنی شما نگاه الان خیلی هم میخوان توجی بیارن این خودش سکته کرد من میگم اصلا چرا تو خیابون به این دختر گیر دادی اصلا چرا گیر باید بدید به یه دختر که تو چی اون تازه معصا امینی که عکسش هم در اومد دیگه خفه شید دیگه بابا لباس تازه بر همون عرف همین چرت و پرتایی که این جرت خر مقدس میگن بر اساس همون عرفم هم ما دیدیم که پوشیده بوده اینکه شما یه دختر رو وسط خیابون بگیری به صرف اینکه محترمانه و مهربانانه بگی دخترم ای این چه لباسیه پوشیدی این محکومه تا غلط میکنی مهربانانه اصلا به خودت اجازه دادی بری به طرف بگی لباست چیه میگن آقا مثلا باید آموزش ببینن گشت ارسال آموزش ببینن یعنی چی شوخی دارید میکنید آموزش ببینن چه جوری دیگه بهترین حالتش اینه دیگه خانم ببخشید میشه یه لحظه مزاحمتون بشم ببخشید ما تو یه مملکتی داریم زندگی میکنیم اسلامی فلانه این پوشش شما مناسب نیست همین محکومه همین تحقیره این امر به معروف نیست این تحقیر به معروفه این فضولی به معروفه امر به معروف چیه؟ جمع کنید بابا <applause> بعد حالا فراتر از این من می چرا به هم فیلمی که خود صدا و سیما پخش کرد من کاری به محسا امینی ندارم پنجاه تا دختر دیگه تو اون سالن نشستن همین محکومه پنجاه تا دختری که هر کدوم حالا یا راشی میرفته تفریح کنه یا داشته میرفته دانشگاه یا داشته میرفته سر کار یا اصلا نه اومده تو خیابون قدم بزنه شما اینا رو از کار زندگی انداختید که بیان اونجا صحبت یه خانم چادری و گوش کنن که بهشون بگه چجوری لباس بپوشن همین محکومه مثلا کاری ندارم محسا امینی فوت شد نشد کل داستانتون محکومه کل داستانتون باطله و من به هر باوری که شما دارید با افتخار کافرم با افتخار کافرم با هر باوری که شما باوری که بخواد شخصیت و کرامت انسانی رو لگت مال کنه ببره در یک سالونی ازشون اینجوری سوال کنه من به اون باور کافرم به خصوص که نظر ملی و من خیلی جالبه کمم میارم میخوام وصلش کنم به هخامنشیان و ساسانیان آقا هجاب در ایران باستان بوده ببن بابا صد تا مجسمه داریم زنان برهنم بودن تو همون زمان همه جور زن داشتیم اون موقع برنامه هم ساختن حالا شما خیلی ایران باستان دوست شدید حالا اینجا کم آوردید منطقی پشت این داستاناتون نیست چون دیدم خیلی دارن توجیه میکنن نه برخورد گشت ارشاد باید مناسب باشه باید آموزش بشه باید فل... آقا همتون زیر سوالید دختری یا تو خیابون ببینید محترمانه بهش بگید که ببخشید این لباستون مناسب نیست بعدم ببریدش در یک سالم به قول خودتون آموزش و توجیه بخواید بکنید این محکومه بعضی‌ها فکر میکنن بخش یه بار خر می‌خوام بگم گشت ارشادی وجود نداره کلاس توجیهی وجود داره ببن بابا دیگه اسمش رو عوض کردی کلاس توجیهی گذاشتی دیگه اصلا محسا امینی رو فراموش کن اون پنجاه تا دختری که سالم هم اومدن بیرون برای چی باید وقتشون تلف بشه این یه نکته پس ما امروز شرمنده دختران ایران زمینی امروز شرمنده کسانی هستم که قربانی گشت ارشادن ولی آگاهانه از نظام جمهوری اسلامی مجبورم دفاع کنم چون مسئله دیگه چون ما در دنیای تکبودی زندگی نمی کنیم من برعکس براندازان و خرمقدس ها که دو رو یک سکن و اتفاقا خرمقدس ها خطرناکتر از براندازان هم چون براندازا که تو خارج از کشور شلوارشون رو بالا نمیتونن بکشن ضربه ای که نظام اول آخر میخوره از همین گشت ارشاد و از همین تولید سرباز برای صهیونیسته گشت ارشاد یعنی تولید سرباز برای صهیونیست دختر مردم رو که میبری تو اون سالن یه خانم چادری داره بهش میگه چی لباس پوش این دختر تو ذهنش میگه ببخشید گوتو بخور تمومش کن من برم بیرون بعد تو ذهنش که میاد بیرون میگه گور بابای همتون یعنی من واقعا خیلی ناراحتم و من در واقع ولی مسئله تک نیست یعنی ما به خاطر گشت ارشاد نمیتونیم حالا بگیم نظام بر کنه که نه گشت ارشاد باید جمع بشه باید مبارزه کرد هیچ منطقی هم پشت حتی حجاب من نمیبینم اینا مسئله که من نمیبینم حداقل من به عنوان کسی که اهل تحقیق کردنم اهل پژوهش کردنم آدم عقده‌ای هم نیستم که اگر بودم بعد از حداقل سه سال زندان در جمهوری اسلامی اینجوری از آقای خامنه‌ای دفاع نمی‌کردم خیلی هم از خودم گذاشتم ولی چیزی که توش منطق نداره نداره دیگه آخه حجاب و هجاب شما من منطق نمی‌بینم چه برسه به اجبارش دیگه دیگه شما دیگه تای قضیه رو بگیرید اما مهسا امینی دوم داریم که الان ملعمه‌ای شده در دست جریانات برانداز و البته تجزیه طلب خانم محسا امینی دختر ایرانه اومده در تهران گرفتن اینا چه رفتی به قومیتش داره و شما نگاه کنید خانم علی نجات ها و غیره چگونه از این بازی میخوان استفاده کنن که البته کارشون درست به عنوان برانداز اینو دشمن وجودی ایرانه البته بذاری صحبت خانم علی نجات رو گوش کنیم تا من در مورد خود خانم علی نجات هم یک صحبتی دارم من میدونم که مردم کردستان سکوت نمیکنن برای اینکه مهسا ش... من میدونم که مردم کردستان سکوت نمیکنن برای اینکه مهسا از شهری اومده که وقتی بچه هاشون به دنیا میان یک حکم اعدام اصلا کنارشون میگذارن میبینید هرچی چی حکم اعدام میذارن هر که بعضی هاشون اینا رو میبرن تو سمت داستان پیشمرگان خانم علی نجات شما اگه نگران محسا امینی هستید تو این زمینه بهتون بگم همین احزاب کردی که الان دارن بیانیه میدن بیشترین تجاوز به دختران کردستان ایران توسط احزاب کردی انجام شده من نمیگم و دختران پیشمرگه ای که بعدا جدا شدن از احزاب کردی اومدن و بیانیه دادن و افشاگری کردن یک جمله ای رو به دختران پیشمرگه میگن که من نمیتونم جلوی برنامه عین اون جمله رو بیان کنن ولی فرماندهان کرد پژاک و دموکرات و کموله به دختران پیشمرگه از عنوان یه عنوانی استفاده میشه که معناش این میشه بیالت بیالت مردانه بهشون میگن ای بیالت های مردانه حالا با یک واژه زشتر میگم من تو جلوی برنامه معذورم که از اون عبارت استفاده کنم یعنی اوج تحقیر یک دختر توسط احزاب کردی انجام میشه حتی حالا دارید در مورد این بحث رو قومیتی میکنین خانم محسن امینی چه ربط به بحث قومیتی داره دختر تهرانش دختر مشهدش دختر گیلانش با این معقوله غیر منطقی گشت کشتار سر کله دارن میزنن با معقوله غیر منطقی تحقیر به معروف دارن سر کله میزنن این مال همه دختران ایرانه چرا شما قضیه رو قومیتی میکنید مردم کرد، کردستان اهل سکوت نیستن همیشه در اعتراضات هستن اگر الان ما تمام ایران تمام کردستان دادخواه نباشیم مثل دفعه قبل که تمام مغازه ها رو کردستان بست سه روز تعطیل کرد به نظر میرسه خب او خانم علی همکارشون شاهر علوی رو شما نگاه کنید این خان آقا همکارشون بوده در چند پروژه اینا پول گرفتن از اندیشکدهای مختلف آمریکایی که الان حضور ذهن ندارن برنامه‌ش هم ساختم. شاهد علوی و خانم علی نجان اصلا توی پروژه های مشترک پول گرفتن با هم دیگه همکارش آقای شاهد علوی نگاه کنید وقتی میخوان از زنان زرچشم بگیرند کسی رو به یک معنا بی پناهتر از یک کرد گیر نیاوردن دختر جوان کرد آقا خدا ان گشت الله تو خیابون گیر داده به دخترها پرسیده که شماها مثلا چیزتون چیه قومیتتون چیه که با برادرش میاد مسافرت و اینو میزنن و احتمالا وقتی در م... گشت ارشاد صحبت میکنه لحجه کردیش مشخصه که این این جایی نیست پرسیدن از کجا آمدی و خب این سوژه مناسبیه قضیه رو دارن وارد یک فاز خطرناک میکنن فاز قومیتی میکنن خیلی حواستون باشه ببینید من آدم مالکشی نیستم از عبارت گشت کشتار و تحقیر به معروف من امر به معروف و در جمهوری اسلامی فضولی حد من امر به معروف خیلی تفسیرا میشه چیزی که در این چهارده دیدم مشخصا فضولی در زندگی مردم بوده امر به معروف و در معروف میبینم تحقیر در معروف میبینم و الانم قتل در معروف میبینم اما همه اینا نباید حواسمونو رو باید جمع کنه بازی ها پیچیده است یک زمانی خروجی این داستان داره خطرناک میشه در کردستان اینا خروجی خطرناک نشه یادمون باشه یه زمانی ما میخوایم بیایم ابروش درست کنیم چشمش رو کور نکنیم ما هیچ منطقی در گشت و کشتار و هیچ منطقی در فضولی در معروف و تحقیر در معروف نمیبینیم اما برای اینکه اینها برداشته بشه یه وقت سر داستان رو نزنیم یعنی بگیم آقا حالا بریم به سمت براندازی جمهوری اسلامی حالا بس سقوط کنه خب کی بیاد این همه سال دارم برنامه میسازم دوست عزیز شیپور رو که از که از سرش که نمیزنن که بنده از سر قضیه اومدم دیگه براندازی رو دیدم که رسیدم به اینجا بله خیلی چیزای جمهوری اسلامی غیر قابل تحمله ولی جرن براندازی دشمن وجودی ایرانه که البته میشه اینا ریشه یابی کرد چرا بعد خانم انجادی که در یک روستایی در ایران زب بزرگ شده این برسه به اینجا که دشمن وجودی خود ایران بشه برسه به همکاری با مایک پمپو شکنجهگر سازمان ای. اینا باید بررسی و آسیب شناسی بشه یه بخشی شاید نطفه خراب خودشون باشه یه بخش شاید شخصیت های زلیل خودشون باشه شاید اما میتونیم بگیم که مقصر نظام جمهوری اسلامی در به وجود اومدن افرادی چون مسیح علی نجات ها نیست وقتی شما دختر مردم رو تحقیر میکنید همین دخترانی که خودتون فیلمشان نشون دادید که در اون سالان کنار محسا امینی بودن پنجاه دختر بودن دیگه همین دخترها وقتی که در اون سن و سال تحقیر میشن آیا بخشی از این دخترها که حالا شخصیت های خودش و اینا هم اگه شاید یه خود مشکل داشته باشه آیا اینها در آینده تبدیل به مسیح علی نجات ها نمیشن ما باید ریشه یابی کنیم چگونه تولید مسیح علی نجات میشه خب این بخش آسیب شناسیه بله مسیح علی نجات امروز ایران ستیزه ولی باشه هیچ بچه ایرانی که از شکم مادرش به دنیا اومده ایران ستیز نبوده هیچ آدمی دز به دنیا نمیاد هیچ آدمی قاتل به دنیا نمیاد باید شرایط رو بررسی کرد که اون شرایط چقدر مقصر خانواده است چقدر مقصر شخصیت خود فرده و چقدر مقصر جامعه و نظامه من به زرس قاطع میگم تبدیل شدن مسیح علی نجادی که امروز ما داریم میبینیم بخش قابل توجهش گردن خرمقدس هست بله مسیح علی نجاد اقدهیه منم دارم میبینم اقدهیه چرا اقدهیه یه بخشش خودش کرم داره خودش فلان آره یه بخشش گردن خودش یه بخشش تبلیغات دشمن شما خر مقدس ها چقدر مقصرید که فضا رو به این شکل در آوردید اینا همه جای سواله ببین شما بحث محسا امینی بحثی نیستش که راحت ما بتونیم ازش بگذریم و فکر میکنم حالا حالا ها درگیرشیم چون ببین یه زخم کهنه یه تو وجود خیلی از بچه های ایران چند نفر بچه ایران تحقیر شدن توسط گشت ارشاد و غیره تازه یه آمارای ما داریم مثل این که مثل پلیس راهنمایی رانندگی که باید چند تا جریمه بنویسه مثلا پستش تموم بشه گشت شدن هم مثل این که باید یه تعدادی در روز آدم سواره ون بکنه و گزارش بده به بالا سری حالا یا پول میگیرن پاداش میگیرن یا نه اصلا وظیفهشونه. خب وقتی تو طرفو وظیفه می‌کنی آقا امروز بعد 10 تا دختر رو بگیری ها. دیگه طرف این مثلا دیگه با ذره نگاه میکنه تو تیپ چک شخصیتی میتونه مثلا گیر بده ببین صفر تا صد کاراتون واقعا چندش آوره و الان متاسفانه فضایی به وجود اومده که تجزیه طلبان دشمنان وجودی ایران تمام دو این بالاخره محور ابری عربی غربی دنبال بهانه بودن دیگه دنبال بهانه بودن و بهانه رو دادیم بهانه درست هم دستشون دادیم ما حتی فرض بگیریم خانم علی نجات میگم خانم علی نجات خانم محسا امینی با یک برنامه ریزی حتی ترور شده چیز خورش کردن ضد انقلاب یا هر چی که شما میگید باز آقا شما بستر رو فراهم کردید من دارم میگم آقا از صفر ماجرا گوش کن دختر یا تو خیابون گیر دادید چجوری بگم گفتی ببخشید عزیزم این لباست نامناسبه من میگم تا همین حد شما محکومید غلط میکنی به مردم گیر میدی که چی میپوشن چی نمیپوشن من میگن آقا اگر حجاب بره کنار خانواده و نظام میره کنار آقا خانواده و نظامی که به بند یه دونه هجاب قراره بره کنار بذار بره والا جدی میگم بذار تکزیهش پس بذار اصلا ایران نابود شه اگه ایرانی که با یه دونه چادر رو اینا میخواد هفت بشه نباشه بهتره جدی دارم میگم آقا به اینجا رسیدیم شما فیزیک یه دختر رو بردی زیر خاک نه به اینکه که من دارم بهتون میگم این دختر ترس نیروی انتظامی احتمال خیلی زیاد سکته کرده چه باید از یک نیروی انتظامی بترسه من هر جور به قضیه نگاه میکنم نظام در این داستان محکومه هیچ جای دفاعی وجود نداره همه توجیهاتم هم تو این سالها شنیدیم تنها توجیه منطقی این بود که آقا اگه هجاب رو ورداریم چون الان قضیه امنیتی شده جریان دشمنان وجودی ایران میان جلوتر که تا امروز من سکوت کرده بودم ولی بعد از داستان محصا امینی ببینید من شب میخوام سر راحت بر بالش خونم بذارم و تو چشم بچم میخوام که وقتی نگاه میکنم خجالت نکشم سر داستان محسا امینی من نمیتونم به هیچ عنوان حتی سکوت کنم من سر سپیده رشنو سکوت کردم و عذاب وجدان گرفتم شما سپیده رشنو رو گرفتید محاکمه کردید فقط تنها چیزی که خود خودم رو راضی نگردشم گفتم سپیده رشنو بالاخره هم کمونیست بوده همین که ویدیو رو فرستاده برای علی نژاد با این قضیه خودم رو راضی کردم ولی اصل ماجرا اصل ماجرا ببخشید این خانم سپیده رشنا توی مترو بوده یه دختری بهش گیر داره سر هجاب بعد شما این دختر رو کشوندی تا دادگاه کمونیست تجزیه طلبه صهیونیست من میگم باید طرف اگر میخواد باش برخورد چه به خاطر اون چیز درست برخورد چه شما با سپیده رشنا را رو به خاطر کمونیست بودنش محاکمه کردید نه به خاطر که در به خاطر که حجابش که درگیر شد با یه دختری و ویدیو فرستاد برای نجات خب چیکار کنن وقتی شما اینقدر تحقیر میکنی جامعه رو طرف میگه آقا من ویدیو میگیرم میفرستم برای علی نجات دیگه یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به دیگران به هر روی ولی حرفم به دوستان ملینه ما سنجش مسائلمون مسئله ایرانه سر داستان گشت ارشاد درسته نمیتونیم دفاع کنیم از نظام اما جمهوری اسلامی سقوط کنه ایران سقوط میکنه و جمهوری اسلامی نسبت به حکومت های گذشته یک حرکت تمدنی است من گفتم جمهوری اسلامی رو دست تاریخی به محور ابری عربی غربی است همه ما اشتباه داریم به هر این خر ها اینا هم بالاخره یک اشتباهی از این نظام دیگه این گشت ارشاد هم اشتباه نظامه همه ما اشتباه داریم شما با کسی هم که ازدواج میکنی اگه دو تا ایراد داره که نمیری طلاقش بدی که تلاش میکنی که مشکل رو حلش کنیم به هر روی امیدوارم که این قضایی هر هرچه زودتر تموم بشه روان خانم محسا امینی شاد باشه به پدر و مادر ایشون هم تسلیت میگم و مواضع منم روشن به هیچ عنوان در این معقوله نمیتونیم کنار نظام وایسیم اما حواسمون هم هست که یک زمانی در کنار دشمنان وجودی ایران خانم علی نژادینا درست آسیب شناسی باید بکنیم بخشش مقصر نظام یک موجودی مثل علی نجاد به وجود میاد اما مسئله که وجود داره خانم علی نژاد امروز تبدیل به یک مخره ایران ستیز شده و در کنار سرویس های بیگانه علیه موجودیت ایران داره کار میکنه و حالا شاید عقده به جایی رسیده که دیگه چیز دیگری رو نمیبینه انسان ها پیچیده هستن شاید خانم علی تو بخشی از داستان هایی که براش پیش اومده فضایی که براش به وجود اومده حق داشته باشه ما نمیتونیم انسان ها رو کامل قضاوت کنیم ولی چه در یک سری زمین ها خانم علی نجات ها علی نجات ها دارم میگم حق داشته باشن نداشته باشن ما سربازیم سرباز وطنیم سرباز ایرانیم و مسائل تاریخی تمدنی رو خوب میشناسیم یه جاهای ناخواسته مجبوریم به خاطر حفظ وطن خیلی مسائل رو در نظر نگیریم و مسئله که مشکلاتی که من با نظام دارم و متاسفانه نمیتونم در نظر بگیرم و خیلی دوستان گفتن آقا تا کجا تا کی مگه میشه واقعا از این چیزا حمایت کرد ما مجبوریم از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم متاسفانه مجبوریم از این نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم به خاطر اینکه الटरनेटیو جمهوری اسلامی نداره جمهوری اسلامی سقوط کنه باورم بفرمایید وضعیت ایران به سمت مرگ میره فضا خیلی بد میشه دشمنان وجودی گسترده ای میخوان که کل مسئله ایران رو از بین ببرن مسئله محسا امینی هم به نظر من این اولیش نیست آخریش هم نیست تلاش باید بکنیم اصلاح ملی من در تمام این سالها صحبت از اصلاح ملی کردم باید اصلاح ملی کنیم و از گذاری که انجام داریم نباید منحرف بشیم این قضیه خیلی تلخه نمیشه دفاع کرد گاردمون پایینه بس. به شدت گارد ما در مسئله محسا امینی پایینه و هیچ من خیلی نشستم بررسی کردم میشه دفاع منطقی داشت از نظام یا نه تو این معقوله من مرد استدلالم من انسانی هستم که در چارچوب منطق تلاش میکنم از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنم هیچ وقت من ماله نکشیدم من از هف... پرواز 752 بگیر تا بحث نوید افکاری من مالکشی نکردم با وجودم از نظام جمهوری اسلامی تو اون مقاطع دفاع کردم و امروز خیلی دوست داشتم بتونم دفاع کنم ولی هیچ منطقی در دفاع از جمهوری اسلامی در معقوله این مسائل هجاب و چه بینم گشت کشتار و تحقیر به معروف ندیدم و نمیتونم دفاع کنم و در این مورد خط من با نظام به شدت جداست اما تلاش میکنم و حواسم جمع شما هم حواستون جمع باشه که خطمون تو این مورد از جمهوری اسلامی جداس خدایی نکرده یک زمانی وارد بازی این تجزیه طلبان و این دشمنان وجودی ایران و براندازان نشیم پاینده ایران همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود